این ایت صفحه 128 کتاب شما. And grammar part, let's see what we have there. ببین که چه موضوعات در این قسمت به شما مد نظر قرار گرفته شده. یونیت 4 پارت ار کار کردیم، یعنی گرامر که مربوط به درس به اصطلاح لسن ای بود کند کار کردن، و از درس بی یا درس دوم یا یونیت چهارم لایک پلاس ورب با این جی هست. ببینید که به چه شکل استفاده شده. اوکی سی، آی لاف شاپینگ، من خریداری دوست دارم. آی لایک گوینگ تو دی سینما، من رفتن به سینما رو دوست دارم. آی دونت لایک دوینگ هاوس ورک، من انجام دادن کارخونه اصلا انجام دادن کارهای خونه رو دوست ندارم. I hate driving at night. من از رانندگی در شب نفرت دارم. Spelling rules for the ing form. Infinitive, we have cook, study, dance, shop. شکل infinitive به اصطلاح یا شکل مصدر فعلی که ما داریم مثل cook آشپزی کردن، study مطالعه کردن، dance رقصیدن، shop خریداری کردن. بخش verb ing از اینها که ما استفاده میکنیم مثلا میگن I like cooking، من خریداری دوست دارم. She hates studying، او از مطالعه کردن نفرت داره. I love dancing، من رقصیدن را دوست دارم. I don't like shopping، من خریداری دوست ندارم. حالا وقتی که فعلی دارن مثل cook، شما بزی ing اضافه میکنین تا شکل به اصطلاح infinitive یا verb ing از زیر به دست بیارین. میگین I like cooking، و یا ing مربوط به زمان حال جری نمیشه که مثلا بگین من در حال آشپزی کردن هستم. نه، شما اینجا بیامدین cook که فعل هست این به اسم تبدیل کردن. I like cooking، من آشپزی دوست دارم. She hates studying، او از مطالعه کردن نفرت داره. Study مطالعه کردن. She hates studying، او از مطالعه کردن نفرت داره. وقتی که study داریم why، اگر به تعقیب یا قبل از why شما حرف بی صدا باشه فقط ing اضافه میکنن شما. قبل از why اگر حرف بی صدا بود به زو ing میده، اما بعض وقتا میبینین که قوانین متفاوت هست، باز اون جگاه یک سری قوانین و اصطلاحاتی هست که شما روی از او کار میکنین، یعنی می اضافه نمودن ing هم قانونایی داره که شما باید مد نظر قرار بده. مثلا دنس ببینین به حرف ای ختم شده، بنابراین وقتی که ing میدن ایر حذف میکنن و به جای از او ing خور اضافه میکنه، و هر گاه وقتی که از ing میکشن او دوباره باید که امو ایر برای از او اد بکنن، یعنی همراه با ای شما ing نمیده. I don't like shopping، مثلا لغات مثل shop دارن، فعلای مثل shop دارن به معنی خریدن، ولی وقتی که ما این بزی ing اضافه بکنیم چون قبل از shop ما حرف صدادار هست و قبل از اون حرف بی صدا، یعنی دو یک حرف بی صدا بین دو حرف بی صدا قرار گرفته، بنابراین ما اینجا چکار میکنیم؟ حرف آخر یا پی دبل میکنن ing اضافه میکنن. I don't like shopping، یعنی من خریداری دوست ندارم. به قسمت گفته one vowel plus one consonant double